بنابر اعلام دفتر مرکزی اروپای مجمع رسانه امام حسین علیه السلام به خبرگزاری اخبار شیعه فیلمبرداری فصل دوم بزرگتری مسابقه تلویزیونی جهان شیعه در شهر لندن کلید خورد دکتر سید امار نکشوانی، سید جلال معصومی، سید میسم عباس و نظار قطری برخی از مهمترین شخصیت های شیعه در غرب هستند که این مسابقه را داوری می کنند شرکت کنندگان از کشورهای مختلف در سراسر جهان در این مسابقه حضور خواهند یافت تا در موضوعات سخنرانی، تلاوت قرآن کریم و نوه خانی با یکدیگر به رقابت بپردازند. در همین راستا نزار قطری مداح سرشناس اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم طی اظهاراتی در مورد برنامه جهانی استعدادیابی شیعیان گفت از همه گروه ها هم از مرد و زن پیر و جوان در این برنامه فعالیت و خدمت می از شما بینندگان عزیز درخواست میکنم لطفا برنامه ما را در ماه مبارک رمضان مشاهده کنیم گفته نیست این برنامه از طریق کانال های مختلف مجموعه رسانه امام حسین به زبان های مختلف پخش می شود لازم به ذکر است برنامه شیعه وحش که با استقبال شدید مخاطبان مواجه شده در ماه مبارک رمضان از شبکه امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی پخش می شود با هم گوشه از صحبت های استاد نزار قطری را ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام دیرندگان عزیز من نزار اطری هستم و امسال و پارسال به عنوان داور در برنامه جهانی شیعه انتخاب شده برنامه شیعه از شبکه جهانی امام حسین پخش می شود و فقط در ماه این برنامه واقعا خیلی شورانگیزه و من خودم تعجب می کنم از شب دنیا از غرب دنیا ما متسابقین داشتیم از آمریکا داشتیم از کانادا داشتیم از آلمان داشتیم خیلی ها از انگلستان بودن عجیب اینه که امسالی که از بحرین هم بود و از پاکستان و هند و همه گونه مرد و زن ویچیک و بزرگ بعضی هاشون پیر هستند ولی هنوز دارن خدمت میکنن اگه دوست دارین اینها رو ببینید فقط خواهش میکنم که در ماه رمضان به برنامه ما مشاهده کنید و این برنامه هم از طریق کانال امام حسین کانال جهانی امام حسین پخش می شود. مروج دوباره به سرخط خبرها.